باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته اگر مذاکره کنندگان در خاتمه گفتگوهای اتمی اطمینان نیابند که همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده است، توافقی در کار نخواهد بود. سخنان آقای اوباما روز سه‌شنبه 9 تیر ماه پس از آن بیان شد که ایران و قدرت‌های جهانی اعلام کردند مهلت مذاکرات اتمی برای یک هفته، یعنی تا 16 تیر ماه تمدید شده است. طرفین گفتند با تمدید این مذاکرات تصمیم گرفتند فرصتی کافی برای دستیابی به توافق اتمی فراهم آورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد اگر آمریکا و دیگر طرف‌های مذاکره هسته‌ای نتوانند اطمینان یابند که مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسدود شده، اگر امکان بازرسی کافی از تأسیسات ایران فراهم نشود و اگر امکان راستی‌آزمایی برنامه اتمی ایران وجود نداشته باشد، توافقی نیز سر نخواهد گرفت. باراک اوباما گفته است همیشه تاکید داشته که از توافق بعد اجتناب خواهد کرد و اکنون این بستگی به ایران دارد که خواستای جامعه بین المللی را برآورده کند. همزمان آمریکا و اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک هفته تمدید کردند. بر اساس بیانیه لوزان که در فروردین ماه از سوی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پذیرفته شد، آمریکا و اروپا برای نشان دادن حسن نیت بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآوردند. در تحول دیگر، بنابر گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با وزرای خارجه آمریکا، روسیه و آلمان و نیز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت دو جانبه دیدار و گفتگو کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار وزرای خارجه آمریکا و ایران را طولانی، خصوصی و سازنده خوانده است. همزمان در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره روند مذاکرات گفت بخش عمده مسائل حل شده است، اما بخشی باقی مانده که البته مواردی از آن مهم است و میتواند در روزهای پیش رو با تمهیداتی که اندیشیده شده است درباره آنها به توافق رسید. به تاکید کرده اگر آنها متعهد بمانند، ما نیز به آنچه که توافق شده است پایبند خواهیم بود، اما در این حال دولت آمادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی توافق را زیر پا بگذارند، ما نیز بلافاصله بتوانیم شدیدتر از آنچه در مخیله آنهاست به مسیر قبلی بازگردیم. اگر اونها متعهد بمانند، ما متعهد خواهیم بود به آنچه در این توافق خواهد آمد، اما در این حال دولت آمادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی اونها توافق رو زیر پا گذاشتند، ما بلافاصله بتونیم برگردونیم مسیر را یک کم شدیدتر از اونی که در مخیله اونها هست. در تحولی دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های غربی نوشته است ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه اتمی، یعنی کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود، عمل کرده است. بنابراین گزارش قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل ایران به تعهد خود را به زودی به طور رسمی اعلام کند. ایران در بیانیه لوزان توافق کرده بود که اورانیوم بالای 20% غنی شده خود را اکسید یا رقیق کند. پیش از این سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده بود که ذخایر اورانیوم غنای پایین ایران بالای 8 تن این نگرانی را به وجود می‌آورد که تهران نتواند به تعهد خود در این مورد عمل کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است فردا به تهران سفر کند. امروز ظهر چهارشنبه برای آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است، برای خلاصه‌گویی، همونطور که می‌دونید مذاکرات یک هفته دیگر تمدید شد و شاید این آخرین تمدید قبل از تفاهم تمامی باشه که بین 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران اتفاق خواهد افتاد. این 7 روز در واقع برای رفع نواقصی هست که میتونست تا اندازه این گفتگوها رو گره زده باشه. ملاقات‌های مستقل جان کری و آقای ظریف و همینطور لاوروف و ظریف نشان میدهد که تا اندازه فرانسه، نه اینکه غایب، اما حرف تام و تمام رو امریکا میزنه. اگرچه آقای اوباما گفته بود اگر این تفاهم اون گونه که مایل هست با یک اطمینان وجود نیاد، او میز مذاکره رو ترک خواهد کرد.
آقای علی آهنی سفیر سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه گفته است که این توقع و بنبست به نفع هیچ کس نیست و برنامه هسته‌ای ایران عمر 50 ساله داره و در نتیجه میبایستی که امیدوار بود که تمام تفاهم‌ها به وجود بیاد. برای خلاصه گویی بیشتر، تمام اصل این مذاکرات بر سه پایه تکیه داده شده. اول مسئله طولانی تر کردن این تفاهم که ظاهرا یک دوره 10 ساله خواهد بود. نکته دوم محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم در چه حد و به چند اندازه، و مسئله سوم که مشروط همدیگر شده است بازرسی ها و تحریم هاست و شاید تدبیر آخرین باشه و به احتمال زیاد هم همین خواهد بود که تحریم ها گام به گام خواهد بود. اگر احتمالاً تمام تحریم ها هم برداشته شده باشه که شاید هم برداشته بشه، بایستی که گام به گام باشه و به مرحله و موضوع تکیه کنه. گزارشات بعدی رو از پاریس در مورد این گفتگو خواهید شنید. وزرای خارجه وین رو ترک خواهند کرد و از فردا خانم موگرینی ریاست این گفتگوها رو به عهده خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت شده است. آقای روحانی از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خودداری کرده و این قانون در نهایت در نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی رئیس مجلس ابلاغ شده است. نمایندگان مجلس در مهر ماه سال 93 با وجود مخالفت دولت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. بر اساس این قانون ستادی با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکیل می شود. در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. بنابر گزارش صدا و سیما، آقای خامنه‌ای رسیدگی به نامه آقای روحانی را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است. ریاست شورای حل اختلاف که در سال 1390 توسط رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به اختلافات میان سه قوه تشکیل شد، با محمود هاشمی شاهرودی است. محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری نیز روز سه‌شنبه 9 تیر در برنامه بامدادی رادیو ایران در همین زمینه گفت: خوشبختانه قانونی اخیراً در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت آمد به شورای نگهبان، ایرادات آن برطرف و تایید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس جمهور از نظر اجرا مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه‌ای به رهبری نوشتند و ایشان نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت الله هاشمی شاهرودی بر عهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می شود. آقای یزدی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرا شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: در صورت مشاهده روزخاری باید با زبان از منکر نهی شود و اگر جلوگیری عملی بخواهد، این وظیفه نظام است، یعنی وظیفه نیروی انتظامی و قدرت حاکم است که برخورد فیزیکی کند، البته با رعایت مراتب و درجات آن. سخنان رئیس خبرگان رهبری در حالی بیان شده که یک مقام قضایی شهر شیراز از دستگیری 500 نفر در این شهر به اتهام روزخاری در ماه رمضان خبر داده است. بنابراین گزارش، بیش از 2500 نفر از شهروندان شیرازی طی ماه رمضان تذکر شفاهی گرفتند.
خبرگزاری دانشجویان ایران روز سه‌شنبه 9 تیر اظهارات معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز را منتشر کرده است که می‌گوید افراد بسیج و نیروی انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با هنجارشکنی و روزخاری در شیراز با 500 متخلف برخورد کرده‌اند. به گفته معاون دادستان شیراز، مقامات قضایی شیراز برای 20 نفر از این افراد قرار منع تعقیب صادر کردند، اما بقیه دستگیر شدگان محکوم به صدور حکم ظرف 24 ساعت شدند. دولت یونان از پرداخت قسط وام خود به صندوق بین المللی پول خودداری کرد. آتن میبایست تا پایان روز سه‌شنبه 9 تیر مبلغ 1,600,000,000 یورو بابت وام سنگین خود از صندوق بین المللی پول به این نهاد بین المللی باز میگرداند که از پرداخت آن باز ماند. با عدم پرداخت این قسط اکنون یونان نخستین کشور صنعتی به شمار میرود که پرداخت اقساط آن به صندوق بین المللی پول به تأخیر افتاده است. تا کنون تنها زیمبابوه، سودان و کوبا به این صندوق بدهکار بودند. بدهکاری یونان به این نهاد بین المللی این کشور را در آستانه برشکستگی کامل و خطر خروج از حوزه یورو قرار داده است. آتن تنها در صورتی قادر به دریافت کمک بیشتر از صندوق بین المللی پول خواهد بود که این بدهی را پرداخت کند. جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول، ضمن اعلام این مطلب تایید کرد که یونان در آخرین لحظه درخواست کرده است که این قسط را بعداً بپردازد. به گفته جری رایس این درخواست در نشستی با حضور کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول بررسی می شود. یونان پیش از این درخواست از کشورهای اروپایی وام دهنده به این کشور نیز خواسته بود که بسته نجات مالی یونان را تمدید کنند. مهلت تمدید این بسته نجات نیز روز سه‌شنبه به سر رسید. دولت چپگرای یونان تا روز سه‌شنبه از پذیرش درخواست وام دهندگان برای اصلاحات و ریاضت مالی سر باز زده بود. این اصلاحات پیششرط تمدید کمک‌های مالی بیشتر بودند. به گزارش رویترز، یونان در ساعات پایانی روز سه‌شنبه بار دیگر با ارسال درخواستی به بروکسل خواستار تمدید کمک‌های مالی شد. وزرای دارایی حوزه یورو اما با این درخواست مخالفت کردند. با این حال مذاکره در مورد وضعیت یونان در روزهای آینده نیز در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. در حال حاضر چرخش سرمایه در یونان به شدت محدود شده است. اقتصاد این کشور در سالهای گذشته 25% کوچکتر شده و آمار بیکاری به بالاترین میزان در اتحادیه اروپا رسیده است. دولت الکسیس سیپراس اصلاحات مالی پیشنهادی وام دهندگان به یونان را مسئول این نابسامانی‌های اقتصادی می‌داند. او خواستار بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان و دریافت سرمایه جدید از اتحادیه اروپا است و حاضر نیست اصلاحات جدید از جمله در مورد حقوق بازنشستگان و اصلاح سیستم دریافت مالیات را بپذیرد. دولت سیپراس اما اکنون بدون دریافت میلیاردها یورو کمک اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق کارمندان و سود وام‌های خود با چالش بسیار بزرگی روبروست. در این میان بیش از همه نخست وزیر یونان مورد انتقاد است که علی‌رغم آمادگی وام دهندگان حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نشده است. برخی کارشناسان وام دهندگان را متهم می‌کنند که انتظارات زیادی از دولت یونان داشتند و می‌گویند هرچند که صرفه‌جویی دراز مدت ضروری است، اما با این اصلاحات از مؤسسات یونانی بیش از توان آنها طلب شد که در نهایت به عمیق‌تر شدن بحران انجامید. این کارشناسان معتقدند که حال برای جلوگیری از خسارت بیشتر باید مانع از خروج یونان از حوزه مالی یورو شد. سخنگوی ارتش مصر اعلام کرد که 10 نظامی این کشور در حملات متعددی که از سوی گروه‌های تندرو در روز چهارشنبه 10 تیر ماه انجام شد کشته شدند. او افزود که نیروهای ارتش مصر اقدام به کشتن 22 تروریست در منطقه شمال سینا کردند. پیش از آن خبرنگار العربیه در قاهره
به نقل از مسئولان مصری گزارش داده بود که 70 تن از شبه نظامیان تندرو به 5 پایگاه نظامی در منطقه شمال سینا حمله کردند و بیش از 30 سرباز ارتش را کشتند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مسئول امنیتی از کشته شدن 15 نظامی مصری در روز چهارشنبه در انفجار خودروی بمبگذاری شده در ایستی امنیتی در شمال سینا خبر داد. این انفجار در راستای سلسله خشونت‌هایی است که در ساعت‌های گذشته شبه جزیره سینا را به شدت ناامن کرده است. این مسئول امنیتی گفته است دست کم 15 سرباز ارتش مصر در حمله‌ای که ایست ابو رفاعی در جنوب شیخ زوید در شرق عریش را هدف قرار داد کشته شدند. او افزود حملات دیگری 5 ایست ارتش را هدف قرار داد و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. شمال شبه جزیره سینا پایگاهی برای تندروها به شمار می آید که طی ماه‌های گذشته صدها تن از نیروهای ارتش و پلیس را کشتند. فعال‌ترین گروه در این منطقه ولایت سینا وابسته به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش است. مراد کارایلان عضو شورای رهبری پکاکا به دولت ترکیه هشدار داده که پکاکا هر گونه حمله به کردهای سوریه رو حمله به خود تلقی میکنه. شبکه CNN ترک سخنان مراد کارایلان رو پوشش داده، به نقل از این فرمانده ارشد پکاکا اعلام کرده که برای ما حمله به کوبانی مانند حمله به دیاربکر است و اگر ارتش ترکیه به کوبانی حمله بکنه ما هم به اونها حمله خواهیم کرد و آن موقع است که ترکیه صحنه جنگی تمام عیار خواهد شد. این روزها ترکیه در قبال تحرکات نیروهای کردها در شمال سوریه ابراز نگرانی میکنه. شورای عالی امنیت ترکیه روز دوشنبه جلسه مهمی در این باره برگزار کرد، هرچند موضوع اصلی این جلسه بررسی مداخله نظامی ارتش در خاک سوریه بود، اما بیانیه پایانی این نشست اشاره نکرده که آیا دقیقاً ترکیه چه واکنشی در مقابل کردها خواهد داشت. همین دیروز هم ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در خلال یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه دست به یک عملیات برون مرزی در سوریه خواهد زد به طور روشن پاسخی نداد، اما تلویحاً احتمال این موضوع رو هم رد نکرد و گفته که تحرکات اخیر در شمال سوریه امنیت ما رو با مشکل مواجه کرده. از سوی دیگه خبرگزاری دولتی ترکیه روز سه‌شنبه خبر از تدابیر نظامی ارتش این کشور در استان دیاربکر و همینطور مرز سوریه داده و اعلام کرده که به این منظور تجهیزات لازم و مهمات در اختیار سپاه هفتم دیاربکر قرار گرفته. همینطور اشاره بکنم که روز گذشته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور صراحتاً اعلام کرده که واحدهای نظامی کشورش در مرز سوریه مستقر هستند. او گفته اگر تهدیدی در این زمینه احساس بکنیم اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد. اما شبکه خبری CNN ترک همینطور به طرح احتمالی ترکیه در این زمینه هم اشاره کرده و به نقل از ستاد فرماندهی نیروهای مسلح نوشته طرحی در این زمینه به شورای عالی امنیت ملی ترکیه فرستاده شده که بر اساس این طرح 110 کیلومتر از خاک سوریه به عنوان منطقه تهدید علیه امنیت ترکیه محسوب شده، اما ارتش پیشنهاد داده انجام عملیات در همه این 110 کیلومتر لازم نیست و تنها باید یک محدوده 50 کیلومتری در اطراف کوبانی تا کانتون افرین تصرف بشه و به عنوان منطقه حائل امنیتی شناخته بشه و تحت پوشش توپخانه ارتش قرار بگیره. CNN ترک گزارش داده که ترکیه در مورد این طرح با مقامات امریکا، روسیه و ایران گفتگوهای رو انجام خواهد داد. با این حال مراد کارایلان رهبر نظامی پکاکا معتقده که مداخله نظامی ترکیه در شمال سوریه به این راحتی ها هم نخواهد بود، چرا که به گفته او در این مورد حساسیت های منطقه‌ای و بین المللی وجود داره که نسبت به اقدام ترکیه واکنش نشان خواهند داد. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور گفته است
63 نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کشور، اعم از استاندار، فرماندار و شهردار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا دادند. دهمین دوره انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود. آقای امیری روز سه‌شنبه 9 تیر گفت استعفای این سه گروه از مدیران کل وزارت کشور مورد موافقت رحمانی فضلی وزیر کشور و مقامات مربوطه قرار گرفته است. بنابر سخنان آقای امیری بیشترین استعفا در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه انجام گرفته است. بنابر همین گزارش در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ مدیری استعفا نداده است. همزمان خبرگزاری ایرنا از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که محمد احمدی استاندار فارس نیز به منظور شرکت در انتخابات استعفای خود را تقدیم وزیر کشور کرده است. هنوز خبری درباره موافقت وزیر کشور با استعفای استاندار فارس منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر شایعاتی در خصوص استعفای استاندار فارس در جریان بود که همواره از سوی حوزه استانداری این شایعات رد می‌شد. گفتنی است که امتیازات 4 ساله نمایندگی مجلس اسلامی و بهره برداری نمایندگان از کرسی نمایندگی آنچنان است که بسیاری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی با هزینه 100 میلیون تومان برای ورود به مجلس تلاش می کنند. زمینخواری در حوزه نمایندگی و واداشتن فرمانداران و شهرداران برای کشیدن بزرگراه‌ها و خیابان‌های جدید در کنار زمین‌هایی که این نمایندگان تصاحب می‌کنند برای بالا بردن مصنوعی قیمت این زمین‌ها از جمله عمده‌ترین زمینه‌های سوء استفاده و پر کردن جیب نمایندگان به شمار می‌رود. مورد دیگر که در دولت احمدی نژاد به بی‌آبرویی اغلب نمایندگان انجامید، رشوه گرفتن از دستگاه‌های دولتی است و شماری از نمایندگان برای جلوگیری از طرح استیضاح شماری از وزیران احمدی نژاد 100 میلیون تومان رشوه گرفته بودند. فساد مالی و رانتخاری در ایران چنان گسترش یافته که دامنه آن به مقام‌های ارشد حکومتی نیز کشیده شده است، به نحوی که فساد در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است. خبرگزاری هرانو، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آزادی حشمت الله تبرزدی، دبیر جبهه دموکراتیک ایران خبر داد. بر اساس این خبر، وی شامگاه سه‌شنبه 9 تیر ماه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده است. آقای تبرزدی روز 7 دی ماه 88 و در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتکاب جرائم بر ضد امنیت ملی به 9 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او از قرار معلوم با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی پیش از موعد مقرر آزاد شده است. بر اساس این ماده قانونی در صورت تعدد جرائم در مورد همه آنها مجازات صادر می شود، ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود. آقای تبرزدی در 25 دی ماه 92 و در حالی که در مرخصی مشروط بود، با طرح اتهامات جدید مجدداً به زندان بازگردانده شد. مصاحبه با رسانه‌ها و دیدار با نسرین ستوده، وکیل آقای تبرزدی که او هم به تازگی از زندان آزاد شده بود، از جمله اتهامات جدید بودند. حشمت الله تبرزدی در سالهای اخیر مجموعاً بیش از 10 سال در زندان بوده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش‌های خود از موارد نقض حقوق بشر در این کشور از جمله به بازداشت آقای تبرزدی اشاره کرده است. حشمت الله تبرزدی جزو 6 زندان سیاسی زندان رجایی شهر بود که در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در تیر ماه 90 اعتصاب قضا کردند. مدیر مسئولی پیام دانشجو، ندای دانشجو،
هویت خیش و گزارش روز از جمله سوابق روزنامه نگاری آقای طبرزدی هستند. وزارت خزانه‌داری بریتانیا بخشی از تحریم‌هایی را که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود لغو کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که سایت وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز سه‌شنبه 9 تیر ماه منتشر کرد، یک شخص حقیقی و 8 شخص حقوقی از فهرست تحریم‌های این کشور خارج شدند و دیگر حساب‌هایشان مسدود نخواهد بود. بنابر این اطلاعیه، اطلاعات مربوط به 6 شخصیت حقوقی ایرانی اصلاح شده است، اما آنها همچنان در فهرست تحریم‌ها ابقا می‌شوند و مشمول مسدود بودن دارایی‌ها هستند. شخصیت حقیقی خارج شده از فهرست تحریم‌های وزارت امور خارجه بریتانیا، محمود جنتیان، معاون پیشین سازمان انرژی اتمی ایران است. او در سال 2008 همراه با شماری از مقام‌های نظامی سپاه پاسداران در وزارت دفاع ایران و برخی دیگر از مسئولان ارشد مراکز و شرکت‌های هسته‌ای و الکترونیک در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. شرکت‌های برایت نورد، سی اف شارپ اند کمپانی، کوزی ایست، گریت وست، هپی ساوت، پراسپر بیسیک، ان اچ ال بیسیک و NHL نورتلند از شخصیت‌های حقوقی هستند که از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شدند. ایران به دلیل پیشبرد برنامه‌های اتمی خود در مواردی برخلاف خواسته شورای امنیت سازمان ملل از سوی این شورا تحت تحریم‌هایی قرار دارد. علاوه بر آن، آمریکا، کانادا و بریتانیا از سوی دیگر اتحادیه اروپا و نیز متحدان آنها نیز تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی به اجرا گذاشتند. در حال حاضر مقام‌های ایرانی و 6 قدرت جهانی در گروه 5 به علاوه 1 در حال مذاکره برای تدوین سندی برای برنامه جامع اقدام مشترک هستند که بنا دارد راهکاری عملی برای راستی آزمایی هویت صلح آمیز برنامه هسته‌ای و از سوی دیگر برون رفت از تحریم‌ها باشد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید جهان باید شرمسار باشد که نتوانسته 3 سال پس از تعهدات ژنو برای ایجاد صلح در سوریه به آن عمل کند، در حالی که فاجعه در آن کشور عمیق‌تر شده و سوریه در لبه سقوط قرار گرفته است. وی گفته است در جنگ داخلی سوریه که اکنون در 5مین سال خود قرار دارد، بیش از 220,000 نفر کشته شدند، تقریبا نیمی از جمعیت کل آن آواره شدند و شهروندان هنوز زیر حملات با بمب‌های بشکه‌ای قرار دارند و به حقوق انسانی آنها تجاوز می‌شود. دبیر کل سازمان ملل متحد در این حال میگوید بخش‌های دیگری از آن کشور تحت کنترل روزافزون افراطیونی مانند حکومت خودخوانده اسلامی یا شاخه‌های القاعده مانند جبهه النصره قرار گرفته و میراث فرهنگی آن نیز در معرض نابودی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بان خواستار پیدا کردن راهی برای برون رفت از این بحران شده است و میگوید جامعه بین‌المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد نمیتواند وقت بیشتری را برای پایان دادن به چرخه خشونت‌ها هدر دهد. بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد در 3مین سالگرد مذاکرات صلح ژنو منتشر شده است. مذاکرات ژنو با هدف برون رفت از جنگ داخلی سوریه در 30 ژوئن سال 2012 برگزار شده بود. طرحی که در آن از سوی گروه کنش برای سوریه به تصویب رسید، روند سیاسی را برای پایان دادن به بحران خواستار شده بود. بر اساس این طرح قرار بود تا دولت موقتی با قدرت کامل اجرایی در آن کشور شکل گرفته و سپس انتخابات برگزار شود. گروه کنش برای سوریه از نماینده سازمان ملل، اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت، روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا و فرانسه، اتحادیه کشورهای عرب، ترکیه و اتحادیه اروپا تشکیل شده بود. روسیه و چین از متحدان حکومت بشار اسد به شمار می‌روند، در حالی که عمده کشورهای عربی و ترکیه از مهمترین مخالفان او هستند.
چین و روسیه چند هفته پس از مذاکرات ژنو قطعنامه‌ای که از دل قرارهای اولیه شکل گرفته بود را وتو کردند. آنها پیشتر نیز دو قطعنامه دیگر را وتو کرده بودند. از زمان مذاکرات ژنو تاکنون شرایط در سوریه تغییرات زیادی پیدا کرده و از جمله گروه افراطی موسوم به حکومت اسلامی بخش‌های زیادی از آن کشور را به کنترل خود درآورده است.